شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز شنبه 4 شهریور در سفری نادر از سینکیانگ ایالت عمدتاً مسلمان نشین از مسئولان این منطقه خود مختار خواسته تا ثبات اجتماعی را که به سختی در این منطقه به دست آمده حفظ کنند. به گزارش شبکه دولتی چین وی از مقامات محلی این منطقه خواسته است به طور عمیق برای دادن سبقه چینی به اسلام ترویج و تبلیغ کرده و به شکل مؤثر فعالیت‌های غیرقانونی دینی را کنترل کنند. این نخستین سفر رئیس جمهور چین به سینکیانگ از ژوئیه 2022 میلادی است که وی برای اولین بار از این منطقه که اکثریت مردم مسلمان ترک‌تبار اویغور در آن زندگی می‌کنند دیدن کرد. سفر تازه رئیس جمهور چین به ایالت مسلمان نشین سینکیانگ در حالی صورت می‌گیرد که چندی پیش وضع محدودیت‌ها و فشار علیه مسلمانان اویغور بیشتر شده است. چندین نهاد بین المللی حقوق بشری و سازمان ملل متحد بارها گزارش‌های از جنایات ضد بشری و اعمال فشار علیه مسلمانان اویغور به نشر رساندند. این نهادها از شکنجه، رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز، عقیم‌سازی اجباری، خشونت جنسی و جدایی اجباری والدین از فرزندان توسط دولت چین به شدت انتقاد کردند. به گفته سازمان‌های حقوق بشری، بیش از 1 میلیون اویغور در صدها اردوگاه در سینکیانگ زندانی هستند. در مقابل، پکن بارها با رد گزارش‌ها از بدرفتاری علیه مسلمانان اویغور گفته که برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در اردوگاه‌ها به نابودسازی افرادگرایی در این منطقه کمک کرده است.